اسرائیل میگوید این سه نوجوان را که روز پنجشنبه در نزدیکی یک شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن ناپدید شدند، شبه نظامیان حماس رو بودند. این در حالی است که جستجوی خانه به خانه برای یافتن این سه دانش آموز علوم دینی که یکی از آنان گذرنامه آمریکایی دارد همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل در یک عملیات شبانه 80 فلسطینی را که شبه نظامیان حماس نیز در میان آنها دیده می‌شوند بازداشت کرد. دولت اسرائیل حماس را به ربودن این نوجوانان که دو نفر از آنها 16 ساله و نفر دیگر 19 ساله است متهم کرده است. میشه بیتسع ات خطیفت ناریم شلانو؟ کسانی که نوجوانان ما را ربودند آدم‌های حماس هستند. همان حماسی که محمود عباس دولت ائتلافی با آنها تشکیل داد. این پیامد جدی به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر ما توجه خود را به بازگرداندن ربوده شدگان معطوف کرده‌ایم. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت ربودن این نوجوانان را به عهده نگرفته و حماس نیز این اتهام را رد کرده است. وزیر اقتصاد اسرائیل گفته است کشورش تشکیلات خودگردان فلسطینی را مسئول ایمنی و سلامت این نوجوانان می‌داند. ربودن سه نوجوان نتیجه مستقیم تحریک تشکیلات خودگردان فلسطینی به آدم ربایی و قتل اسرائیلیان است. اسرائیل تشکیلات خودگردان فلسطینی را مسئول مستقیم امنیت بچه های ما می داند. در حالی که جستجو همچنان ادامه دارد، صدها یهودی شامگاه شنبه در کنار دیوار غربی اورشلیم برای سلامتی و آزادی نوجوانان دعا کردند. وزیر پویا، صدای آمریکا.